سلام عزیزان خوب خوش اومدین به سومین قسمت بحث های هفتگی دانشگاه بیتوپیا امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوب و خوش و سلامت باشین در این هفته دوست دارم در چند تا موضوعی که فکر کنم خیلی مهم هستن صحبت کنم و آن را به شما توضیح بدم ولی قبل از که شروع کنیم سازمان ما بیتوپیا یک دانشگاهی است که مرکز ندارد و تکنولوژی هایی که پشت بیت کوین هست را من برداشتم و این سازمان را طراحی کردم شیش ماه پیش این شروع شده و خیلی خوشحالم که میتونم این علم هایی که در هشت سال در این کار به دست آوردم به شما توضیح بدم در زبان فارسی وبسایت ما بیتوپیا نقطه است خیلی دوست دارم این وبسایت رو به زبان فارسی ترجمه کنم و اگه میتونین با من کمک کنین لطفا در این وبسایت میتونین گروه تلگرام ما رو در پایین صفحه پیدا کنین و یه پیغام به من بفرستین میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و این کار را انجام بدیم شبکه های مختلف پایین هست که میتونیم با هم دیگه کنکت کنیم اگر هم اینها را استفاده نمی کنین دوست دارین ایمیل کنین ایمیل ما info at bitopia.org هست و میتونین ایمیل خودتان را در این قسمت بنویسین که اگه خبری و چیزهایی که جدید از سازمان ویتوپیا در میاد به دست بیارین و این را بتونین براتون توضیح بدین چند تا دوستان به من گفته بودن که شبکه یوتیوب در ایران یا کند هست یا دسترسیش خیلی سخت است. برای همین خیلی خوشحالم که یکی از دوستان ما یک حساب اینستاگرام به من هدیه داده که بتونیم ویدیوهای خود را و علمهای خود را به مردم پخش کنیم و خیلی خوشحالم و خیلی ممنونم که این انسان این کار را برای ما انجام دادن و هدیه را به دست ما دادن برای همین خیلی خوشحالم که از این به بعد بتونم این ویدیو رو در شبکه های اینستاگرام هم پخش بشه و آسونتر به دست بیارین و قدرت علمی را در بیشتر کنید. بله پس در این قسمت دوست دارم در چند تا نکته که فکر کنم مهم هستن صحبت کنم قسمت اولش خود بیت کوین بیت کوین یک پولی است که دیجیتالیه و مرکز نداره این یعنی در هیچ کشوری هیچ حکومت و هیچ شرکت در دنیا کنترل بیت کوین را به دست نداره برای همین خیلی مردم میتونن این پول رو بگیرن و میتونن خرج کنن یا برای بقیه بفرستن و هیچ کشوری هیچ حکومتی و هیچ شرکتی نمیتونه جلوی اون اون را بگیرد برای همین خیلی چیزی است که خیلی قدرت داره و برای این هم هست که خیلی ها مشکل های مختلف باش دارن ولی چیزی است که واقعا دنیا نیاز داشته برای که دو بیلیون بیلیون نفر در دور دنیا نمیتونن سیستم هایی که برای پول استفاده میشه استفاده کنن و این خیلی مشکل های مختلف براشون تولید میکنه مثلا خیلی کارهای مثلا غلط کردن در زندگی به خاطر این سیستم هایی است که مردم نمیتونن به دست بیارن مثلا در کشورهای مثل آفریقا یا افغانستان این جا و خودتون هم یکم فکر کنین میتونه این بفهمین که مثلا کسی که نتونه به سیستم های بین با اونا ها کار کنه و پول را آسون بتونه به جای مختلف دنیا بفرسته هم برای خودشون سخته و هم برای سازمان هایی که دوست دارن با بین المللی کار کنن وقتی که پول به دست نمیتونین بیارین خیلی مشکل در میاره برای همه چیزهایی مثل بیت کوین چیزیه که خیلی مثبت هست برای این کارها بیت کوین چیزی است که تعداد پول در گردش در اون سیستم نمیتونه زیاد بشه یعنی از وقتی که طراحی شروع شده از وقتی که این سیستم شروع شده نتورکش شروع شده توش نوشته بودن که 21 میلیون بیت کوین میتونه باشه بعد این شماره هم زیاد نخواهد شد اگه بخواین این شماره رو زیاد کنین بعد قدرت 51 درصد نتورک بیت کوین رو به دست بیارین و از نتورک جلو بزنین مثلا فکر کنین نتورک داره میره جلو اگه قدرت را از 51 درصد نتورک رو بگیرین میتونین جلو بزنین از نتورک و این عدد رو زیاد کنین ولی اون هم چیز آسونی اصلا نیست و هرچی بیت کوین بزرگتر بشه چی که بیشتر مردم این رو استفاده کنن و خود نتورک رو کمک کنن سختتر و سختتر میشه یعنی یه جایی رسیده که امروز اگه بخواین جلوی نتورک بیت کوین رو بگیرین بعد اینترنت خاموش بشه ولی حتی رو اونم دارن کار میکنن که مثلا توی فضا مثلا نتورک رو یه طور دیگه قدرت بهش بدن که روی اینترنت فقط فقط روی اینترنت نباشه یا با بلوتوث یا با سیستم های مسیج مثل اس یا با رادیو فرکانسی رادیو چیز خیلی جالبه برای همین چیز خیلی قشنگ و قوی هست این بیت کوینه ولی به خاطری که بیت کوین اومده جلو و به خاطری که سیستم های پشتش هست همش باز هستن هم تو انگلیسی بهش میگن اوپن سورس طراحیش بازه یعنی هر کی میتونه بره ببینه مثلا فکر کنین چیزایی که در آن هست و برنامه نویسی هایی که در آن هست همش بازه هر کی میتونه بره کپیش کنه و برای خودش یه بیت کوینی تولید کنه میتونه 21 میلیونش رو بکنه مثلا 500 میلیون یا بکنه 10 میلیون همه اینا میشه عوض بشه برای همه ما به خاطر همین الان 5000 هزار تا پول های دیجیتالی در این مارکت هست ولی در این قسمت دوست دارم فقط درباره بیت کوین حرف بزنم که توضیح آسان تر باشه و موضوع بتونیم فوکس رو فقط بذاریم روی اون خب این بیت کوین چیزی است که مرکز نداره تولید تعداد پولش هم نمیشه زیاد کرد به آسونی یعنی واقعا یه چیزی که مثلا میشه بگیم اصلا نمیشه ولی این, این برای اینکه بیت کوین رو به دست بیارین این یه چیزی است که بعضیا براشون مشکله بستگی دارین که در چه کشوری باشین در اروپا باشین یه جایی است که میتونین بیت کوین رو بخرین در مثلا با سیستم های پولی اروپا در سیستم های پولی آمریکا استرالیا بستگی دارین کجا باشه اگه دوست دارین بیشتر یاد بگیرین میتونین به کلاس های ما ثبت نام کنین و اینها را خصوصی یا کلاس های خصوصی یا در گروپ یاد بگیرین در زبان فارسی یا انگلیسی و در چند ماه دیگه زبون دیگه هم خواهد بود مثلا آلمانی یا اسپانیایی این اینها هم خواهد بود وقتی بیت کوین به دست آوردین مهم است که بدونین مثلا اینو کجا میتونین خرج کنین برای چه استفاده میتونین بکنین این چیزا هم در کلاس های ما میتونیم بهتون یاد بدیم و خود را علم را به دست بیاریم و بدونین چطور این میتونین استفاده کنیم یکی از سیستم هایی که من خیلی دوست دارم مرکزی هم نیست مثلا بعضی وقتا در, در داره در چه کشوری باشین میرین مثلا بیت کوین رو از یه سرویسی میخرین مثلا در در هلند یه وبسایتی هست any direct اینا رو من چندین سال میشناسم میتونیم مثلا اونجا با حساب‌های بانکی هلندی یا اروپایی بسی داره در کجای اروپا بیت کوین رو به دست بیارین و پول های مختلف یعنی غیر از بیت کوین هم چیزهای دیگه هم دارن ولی ما فوکسمون روی بیت کوینه برای همین مثلا در اروپا این کارو میشه کرد ولی مثلا فکر کنید در یک کشوری باشین که این سرویس رو ندارین یا نمیخواین این سرویس رو استفاده کنین برای اینکه شاید بپرسن مثلا چیزهای خصوصی رو به وبسایت بدین که اجازه بدن اون سرویس رو استفاده کنین برای همین از بیت کوین خود طراحیش یه طوری بوده که ازتون نه اسم میخواسته نه ایمیل میخواسته یعنی حتی یه سگ هم میتونه حساب بیت کوین داشته باشه یعنی میتونه یک ماشینی که بدون آدم خودش رو رانندگی میکنه حساب بیت کوین میتونه داشته باشه و خودش رو ببره مکانیک پول بده سرویس بگیره و ادامه به کار بده ولی این خیلی چیز جالبی است و مهمی هست ولی برای اینکه خیلی این سرویس های که بیت کوین رو میفروشن و میخرن به خاطر قانون های دور دنیا باید این سالا رو بپرسن بیسک چیز جالبی است. بیسک سیستم بیت کوین رو نگه داشته و نذاشته عوض بشه بیسک هم خودش یه برنامه است که مرکزی نیست یعنی غیر مرکزی است و چیزی که خیلی دوست دارم درباره که این هست که ترجمه شده یعنی برنامه را که به دست بیارین میتونین در زبونهای مختلف استفاده کنین برای اینکه من به شما نشون بدم این بیسک رو دانلود کردم و وقتی که بازش کردم در این سیتینگش رفتم و کردمش به فارسی بعد آلمانی هم هست سیستم های مختلف در این هست بعد اگه بخوام نشونتون بدم میتونین اینها را ببینین و حتی اسپانیایی هست، آلمانی هست، پرچگیز، فرانسوی و چند تای دیگه ولی فارسی هم هست که خیلی جالب و خیلی خوب هست. وقتی اینو به فارسی عوضش کنیم به فارسی دیگه به همه برنامه در فارسی میشه و کارتون رو میتونین آسون تر کنید برای خودتون و وقتی این برنامه رو باز میکنین چیزی که مهم است بفهمین برای که میگم مرکزی نیست یعنی این که اگه این برنامه رو استفاده کنین دیگه از شرکتی نمیخرین مثلا اون شرکتی که در هلند بود نشونتون دادم اون از یه شرکت دارین بیت کوین رو میخرین برای همین ازتون یه چند تا اطلاعات خصوصی ها نیاز دارن به خاطر قانونایی که در اون کشور و در دنیا هست بیسک که از یک شرکت بخرین از مردم میخرین برای همین بهش میگن پیر تو پیر یعنی پرسن تو پرسن آدم به آدم برای همین خیلی چیز قویی هست و وقتی هم یه چیزی شرکت نباشه ضد مرکزی باشه مثل خود بیتوپیا بیتوپیا هم مرکز نداره یه چیزی که دیسنترالایزده یه سازمانی است که غیر مرکزی است برای همین رو میتونین هر جا دانلود کنین وقتی هم رو به دست بیارین و باز کنین میتونی با بقیه دیگه پول رو عوض کنین حالا چه بخواین دلار بکنین بیت کوین بیت کوین رو بکنین تبدیل کنین به دلار یا ریال یا هر چی هست بستگی داره مثلا آنهایی که اونجا نوشتن دنبال چی هستن یا چی رو دارن میفروشن میتونین عنوان اقسام تبدیدهای مختلف را ببینید بعد مثلا بیشتر از بیت کوین هم هست مثلا پول های مثل مانرو ولی از دوباره درباره اونها نمیرم فقط درباره بیت کوین و مثلا چه, چه نوعی پرداخت نوشتن زل و بانک ملی مثلا این مال بانک ملی هست. بر هر به خاطری که ضد مرکزیه یعنی این هر کدومش میتونه یه آدمی باشه در یه جای دنیا که دوست داره یا بیت رو بفروشه یا بخره برای همه اگه دوست دارین بخرین میتونین برای خودتون یکی بنویسین اگه یکی ببینتش میگه باش من با این قیمت به شما میفروشم اگر دوست دارین یک سری بخرین میتونین لیست رو ببینین و یکیش رو انتخاب کنین و سیستم جالبی است یک کم مثلا تج... یک کم باید باش مثلا استفادهش کنین که یاد بگیرین برای همین شاید براتون یک کم سخت باشه ولی بدون این همچی سیستمی هست و خیلی هم خوشحالم که بهتون میتونم اینو توضیح بدم برای که چیز مهمی و قوی هم هست که حتی اگر اینترنت هم در جایی جلوش گرفته بشه میتونین این هنوز استفاده کنیم برای که سیستم های تور استفاده میکنه که خیلی چیز جالبی هست و یعنی اینها فرهنگ هایی که پشت بیت کوین هست و نذاشتن پاک بشه یعنی چیزهایی مثلا برای خصوصی اینا رو هنوز نگه داشتن که چیزهایی هست که مهمه کوین خب سیستم بیسک میتونین استفادهش کنید یا یعنی دوست دارین یاد بگیرید میتونید هم دانلود کنین فقط ببینین چه شکلیه باش بازی کنین خودش یه چیز جالبی هست این هم درباره بیسک و چه سیستمی پشتش هست در این قسمت دوست دارم درباره یک پروژکتی هم که در مکسیکا شروع شده توضیح بدم و که بفهمین سیستم های پشت بیت کوین غیر از برای چیزای حساب کتاب و برای پول دیگه برای چی میشه استفاده کرد اتیک هاب یه وبسایتی هست که اگه بازش کنین تو اسپانیاییه ولی میتونین انگلیسی هم ترجمه انگلیسیش هم توی منیوش پیدا کنین و این چیز جالبی است به خاطری که بیت کوین مرکز نداره و مردم رو به مردم وصل میکنه مثل همین بیسک مردم ها به مردم داره بس میکنه شرکتی در این نیست حتی خود بیسک هم خودش ضد مرکزی است و حساب کتابش هم در دیسنشلایز اورگانایزیشن انجام میشه یعنی غیر مرکزی یه سازمان غیر مرکزی میتونیم اینو برداریم و برای وام استفاده کنیم مثلا فکر کنید در کشورهای در آمریکای جنوبی یا مکزیکو برای یک کشاورز که نیاز به وام داره که تولیدهایی که در اون کشاورز هست و به دست مردم ببره و بفروشه نیاز به وام داره که مثلا چند تا آدم های اضافه رو بیاره به کشاورزی و کمکش کنن یا برای تراکتوری یا برای چیزهای مختلف مثلا تو این کشورها ها میتونه وام سودش 50 درصد باشه یا تا 100 درصد این خیلی زیاده مثلا یکی کسی که مثلا 2000 دلار نیاز داره مثلا 50 درصد روش سودم بعد پس بده خیلی دیگه مثلا تو کشورهای دیگه میشه مثلا 5 درصد یا 10 درصد یا 15 درصد برای همین در کشورهای مثل مکزیک آمریکای جنوبی یا خیلی جای دنیا 50 درصد 100 درصد تازه آدمایی هستن که خودشون فقیر هستن یعنی جایی که مردم کمتر دارن تا سختتر هست برای همین این سیستم های مثل بیت کوین که مثلا مردم ها به مردم وصل میکنه مثل همین اکسچنج که نشونتون دادم که میتونین بیت کوین رو بفروشون رو بخرین میتونیم همون سیستم رو ورداریم و برای وام استفاده کنیم بگیم ما مثلا به شما این وام رو میدیم با جایی که مثلا 50 درصد از بری از بانک بگیری ما بهتون میدیم 15 درصد و برای اونهایی که دور دنیا هستن 15 درصد چیز زیادی هنوز یعنی چیزی کمی نیست برای همین خیلی ایدیای قویه بعد میتونین بعد آنها در این پروژکت در مثلا کشوری یا شهری که هستن آدمایی دارن که میرن مثلا میرن که همه چی درسته کاغذ حساب کتاب همه چی درسته وقتی همه چیشو چک کردن ریویو کردن وامو بهشون میدن و چک میکنن که همه چی تولیدش درسته میفروشن و پول که گرفتن پس میدن به آنهایی که کمک کردن به این انسان یعنی با جایی که مثلا از یه بانک هزار دلار مثلا وام بگیری میتونی از ده نفر صد دلار بگیری بعد اینطوری هم هم برای اونا خوبه هم برای شما خوبه بعد وقتی هم این کارا رو بیشتر میکنی مثلا یه رپیتیشن سیستم داره که میشه یه سیستمی که مثلا نشون میده چقدر با این سیستم کار کردی و پولیتو دو درست پس دادی دیر نبوده پس دادی حرفایی که زدی درست بوده بر رپیتیشن یا این چیزات بالاتر میره و مردم بیشتر میتونن باید کار کنن چیز جالبی است این برای مثلا کشاورزی ولی سیستم اینطوری برای وام های مختلف هم هست این این, این برای کشاورزی ولی پروژکت های دیگه هم هست که مثلا میتونی حتی پولای بیت کوین تو رو اونجا رزرو بذاری و یه وام بگیری وقتی وامتو پس دادی بیت کوین پس بگیری به خاطر یه گارانتی بهش میگن همین در این قسمت خیلی خوشحالم که میتونم اینو بهتون توضیح بدم ولی فکر کنم اینو که به دست بیارین خودتون هم میتونین یه ایدیایی برای پروژکت های خودتون و در نیاز کشور و جایی که هستین یا کاری که میکنین در زندگی اینها رو استفاده کنین یا با همدیگه بتونیم در اینا جلو بریم اگر هم ایدیایی دارین میخواین برای شرکتی یا جایی که کار میکنین اینها رو توضیح بدم در زبان انگلیسی، اسپانیایی یا فارسی خیلی خوشحال میشم این کار رو کنم و میتونیم در این کارم هم با همدیگه کنکت دانشگاه بیتوپیا موضوع مختلف را خواهد داشت مثل یک دانشگاهی که دورتون هست یه قسمتش درباره بیت کوین و این چیزها هست ولی درس های دیگه هم خواهیم در اون تولید بشه و به شما توضیح بدیم خیلی ممنون امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و خدا حافظ دیگه خدا